سلام، صبح همگی بخیر. انشاءالله که همگی خوب و سلامت باشید. صدای منو دارید بچه ها؟ خب لطفا افرادی که به اسم میهمان آره اسمیتون رو درست کنید که مشخص بشه تا انشاءالله شروع کنیم. فردیم که با 583 وارد شده لطفا اسمش بنویسه. خب به نظرم دیگه شروع کنید. تقریبا هم بچه اومده که وقت خیلی از دست ندید. سلام، خواهد سرگویی، صبحتون بخیر. خب من اول در مورد جلسات کارگاه، قوانین کارگاه و مواردی که انشاءالله قرار با هم دیگه تو طول این چند روز کار کنیم صحبت میکنم و بعد انشاءالله جلسه امروز رو شروع میکنیم. خب این موارد رو که فکر میکنم قبلا خانوم گوجه‌گل به استعزاز رو رسوندن که قوانین دوره چی هست. اگر یک جلسه از فعلا 6 جلسه تنظیم شده، یک جلسه یعنی بیش از یک جلسه غیبت داشته باشید، دیگه از نظر ما به عنوان غایب در نظر گرفته میشید. حالا اینکه داخل جلسات کلاس باشید یا نباشید من مهم نیست، از بابت اینکه تکالیفتون مورد بررسی قرار بگیره، فیدبک بهتون داده بشه و از این جهت دیگه این کار نخواهد شد. پس فردی که غیبت تا بیش از یک جلسه غیبت داشته باشه، اولا فقط میتونه بیاد اینجا شنونده باشه، وگرنه دیگه ما باهاش کار اضافه تری که بخوایم تکالیفش رو چک کنیم، فیدبک بهشون بدیم، بعدا تو امتحان بخواد شرکت کنه، اینها قطعا نخواهد. خب تکالیف که حالا من انشاءالله تر درس و جلوتر برم متوجه میشید. پنجشنبه خب کلاسمون هستش، تکالیف رو باید 2 روز قبلش برسونید به دست خانم غنچه‌پور، یعنی دیگه تاخیر نبود که فرصت فیدبک براتون باشه. یعنی مثلا از اگر پنجشنبه کلاس بعدیمون هستش، شما تکالیف این جلسه رو حد اکثر دیگه تا دوشنبه باید به دست خانم غنچه‌پور برسونید که فرصت فیدبک برسه توی سه‌شنبه و چهارشنبه براتون باشه. وگرنه خب بازم دوباره اگر توی تکالیف فرستادن باز تاخیر داشته باشید یا قرار باشه ما مدام بهتون بقولی بگیم که بچه‌ها چرا تکالیفتون رو نمی‌فرستید، دیگه حالا دوبار نهایتش صبر می‌کنیم دیگه، چون واقعا این هم داره یه وقتی از من گرفته میشه هم یه وقتی از خودتون گرفته میشه و این کارگاهی هستش که خودتون تقاضا دارید. بنابراین هم به حق خودتون احترام بذارید، هم به حق همه افرادی که داخل این در واقع دوره با هستیم و مالا همکاران از بقیه دانشگاه ها و یا بقیه بچه ها دو گروه های مختلف. پس اگر هم باز دوباره 2 یا 3 بار دیگه حد اکثر، حالا 6 تا تکلیف بیشتر ندارید دیگه، حالا اگر ببینید اگر حداقل نصفش رو برباشه با تأخیر بدید، واقعا دیگه ما احساس میکنیم که شما اصلا تمایلی ندارید به آموزش. و خب اونم قاعدتا دیگه از لیست فیدبک گرفتن و امتحان حذف می شود. در مورد صدور گواهی شرکت در کارگاه هم که هر کس که واقعا تمایل داره که گواهی کارگاه رو هم بگیره، خب قاعدتاً باید هم تکالیفش رو به موقع بده و فیدبکش رو بگیره. حالا تکالیف هم دادن به این معنی نیستش که سرسری رد کنید و صرفاً برای اینکه بقولی یه چیزی رو فرستاده باشید تکلیف رو خیلی نادرست انجام بدید، اون هم باز چک می شود. اگر احساس کنید که دارید سرسری همجور الکی یه چیزی رو می فرستید به عنوان اینکه تکلیف ارائه داده باشید، خب اون هم بالاخره مشخص می کنید که شما در چه ساعتی می خواهید این رو یاد بگیرید و خب ما هم در همون ساعت برای شما می ذاریم. یعنی دیگه از شما نه امتحان خواهیم گرفت نه گواهی شرکت می دهیم. شما فقط می تونید حضور داشته باشید و هم صورت به قولی مقطعی از این کارگاه استفاده کنید و نهایتا انشاءالله
امتحان که ازتون گرفته میشه، حالا من همینجور برای اینکه مخصوصا دیگه ترم سنگین میشه بلافاصله بعد از اتمام کلاسامون هفته بعدش آزمون رو گذاشتم. فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد، مخصوصا اگه همتون طبق کلاس پیش برید قطعا موقع آزمون هم بلدیدشون دیگه، خیلی سخت نخواهد بود. 6 جلسه تنظیم کردیم. جلسه اول که امروز باشه، ما مجبوریم قبل از اینکه وارد بحث اسپیس بشیم یه سری موارد رو مجدد با هم دیگه کار کنیم، ذهنمون مشترک بشه، تفسیر مشترکی از صحبتایی که میکنم در آینده شما هم داشته باشید و کلا یک پیش‌زمینه شما کلا برای اینکه قبل از اینکه آنالیزتون رو شروع کنید بعد از این چیزایی مطمئن بشید، تکلیفتون رو با متغیرهاتون مشخص کرده باشید. برای همین امروز عملا ما برمیگردیم. قطعا خب همه شما این بحث رو خوندید توی درس روش تحقیقتون، انواع متغیرها، نقششون، مقیاس و اندازه‌گیریش رو شما قطعا خوندید. اینا رو یه بار دیگه امروز مرور میکنیم و خب تکلیف شما هم که مشخصه که چه کار باید انجام میدید. من این تا درس رو میگم خانم منچپور براتون بذارم تو گروه، خب یا خودم میفرستم تو گروه خودم هستم. تاریخ هفته بعد ما در مورد خود نرم افزار SPSS، حالا محیط SPSS، اون کلیدهایی که ما نیاز داریم باشون سرکار داریم صحبت میکنیم و اینکه نحوه دارید کردن داده ها رو صحبت میکنیم. جلسه بعدترش در مورد بررسی کیفیت داده ها صحبت میکنیم و بررسی توزیع داده ها. جلسه بعدیش آنالیز توصیفی رو کار میکنیم. 2 جلسه آخر هم دو جلسه آخر هم انشاءالله در مورد آنالیز های تحلیلی صحبت میکنیم و نهایتا هم 29 آزمان پایانی تو. خب ما یه چیزایی رو اول بگم بچه ها ببینید. خب من که خودم اصولی و پرستاری هستم، قطعا خب ما آماریست نیستیم. هدفمون هم از این کار اینجور نیست که مثلا بگیم که قرار ما آماریست بشیم، ولی خب واقعا توی بقولی مباحثی که ما با عنوان نرسینگی کار میکنیم، مثل کارهایی که در حد کارشناسی ارشد در واقع ما انجام میدیم، واقعا کارهای خیلی سنگینی که نیاز به آنالیزهای آماری خیلی پیچیده‌ای داشته باشن اصلا نیستن. و خب تو این سطح عملا ما هممون میتونیم کار آماری خودمون رو انجام بدیم. نیاز نیست که حتما یک متخصص آمار داشته باشیم که اون بیاد کار ما رو انجام بده، چون تو این سطحی که ما الان داریم کار میکنیم، مخصوصا تو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد، تقریبا میتونم بگم حداقل 80% از موارد و پایان‌نامه‌های بچه‌ها طوری هست که شما خودتون اگر درست دل بدید به این کارگاه و تکالیف رو درست انجام بدید، کارو رو درست انجام بدید، خودتون میتونید آنالیز خودتون رو بزنید. نیاز نیست حتما یکی متخصص باشه اون بیاد برای شما آنالیز کنه، چون آنالیزاتون آسونه. حالا یه موقع مثلا ممکنه که یه پایان‌نامه از بین مثلا نمیدونم 20 نفر شما یا از بین مثلا 15 نفر شما دو تا پایان‌نامه آنالیزای سخت‌تری براش در نظر گرفته شده باشه، یه سری خب اونا حالا قضیهش تازه هم اونها هم شما میتونید مثلا تا 70% کارتون رو خودتون پیش ببرید، چون همه کارها بلا استثناء آنالیز توصیفیش باید انجام بشه، آنالیز دو متغیرش باید انجام بشود و بعد آنالیز پیشرفتش انجام بشه. یعنی اینجور نیست که ما یه دفعه توی یه مقاله بریم آنالیز پیشرفته بزنیم، گام به گام همه اینها رو میریم بعد سنگ. یعنی هیچ وقت شما یه دفعه یه چیز سنگینی رو توی یه مطالعه ارائه نمیدید، به ترتیب گام ها رو میرید، اول آنالیز توصیفیش رو ارائه میدید، بعد آنالیز دو متغیرش رو ارائه میدید و بعد ممکنه آنالیزهای پیشرفته و چند متغیره رو ارائه بدید توی اون مقالتون. بنابراین تو همون کارهایی هم که اگه بچه ها سنگین برداشتن، باز شما میتونید مثلا 70% کار خودتون انجام بدید، اونجایی که با قولی پیشرفته میشه رو خب دیگه از یک مشاور آمار کمک بگیرید. میخوام اینجور بگیم، اینو منظورمه که واقعا اگر دقیق همراه کلاس پیش برید، خب انشاءالله که پیامد خوبی براتون داشته باشه. این یک مورد. مورد دوم این هستش که حالا اینجا الان با هم به توافق برسیم سرش. خب من اینجوری که اسامی رو حالا میبینم به نظرم میرسه که تعداد بچه های پیشتی خب کمه. حالا من هم اینجا به بچه های پیشتی میگم. از نظر من چون این کار در نظر در سطح کارشناسی ارشد تنظیم شده، شما خودتون محتوای
کلاس ها رو ببینید، هر کدوم خواستید شرکت کنید، یعنی لازم نیست که شماها به عنوان کل 6 جلسه رو شرکت کنید. این یه مورد برای بچه پی اچ دی. ولی خب اگر هر کدوم از شماها از بچه پی اچ دی این صحبت بعدی منو شنید و خواستید در اون راستا هم کار کنید، اون موقع دیگه نه، موقع دیگه باید به طرح هم باشید و هم تکالیفتون رو مرتب بفرستید. حالا توضیح میدم چی. پس این برای بچه های پی اچ دی، برای بچه های کارشناسی ارشد که حتما طبق همین قوانینی بود که اول کلاس توضیح دادم. خب بچه ها، برای اینکه شما ممکنه الان از بین شماها دو گروه آدم ممکنه وجود داشته باشید. خب دو گروه یعنی هدفتون از این کارگاه برای شما ممکن دو حالت باشه. یکی ها فقط ممکنه که هدفشون این باشه که واقعا یه مقداری نسبت به آنالیز حداقل در سطح مقدماتی و دو متغیر آشنا بشن که بعدا حداقل وقتی دارن یه پایان‌نامه میخونن، یه مقاله میخونن، یه چیزی میخونن، دیگه اینقدر براشون گیج و گیج و گوگ و این چیزا نباشه، بیشتر متوجه بشن. بعضی ها تو این سطح میخوان یاد بگیرن، بعضی نه، میگن که من میخوام طوری یاد بگیرم که حداقل این آنالیز رو خودم بتونم بزنم. اینو دیگه خودتون میدونید در چه سطحی هستید. اینو مشخص کنید. برای بچه‌هایی که فقط میخوان یک آموزش صرف دیده باشن که حداقل یه خورده با در واقع فرایند و آنالیز و این چیزای خورده ملموس‌تر بشن، اونها باید میتونن داده فرضی آماده کنن، رو داده‌های فرضی کار کنن. که خب داده فرضی اسمش روشه دیگه، ما هیچ هدفی از این داده فرضی نداریم، خودمون داریم میسازیمش، فقط صرف این که بیایم این تمرینامون روش انجام بدیم. اما ممکنه که از بین شما مثلا 5 نفر باشید، 2 نفر باشید، 3 نفر باشید که نه، واقعا دوست دارید که تحقیق رو دوست دارید، دوست دارید کار تحقیقات بیشتر انجام بدید و دوست دارید واقعا تا حدی که امکان داره آنالیز کارتون رو خودتون بزنید، نه اینکه قرار باشه در دقیقه مثلا سراغه آماریس بدید که براتون آنالیز بزنه، اونم آنالیزای ساده که از وقتش راحت برمیاد. اگر از بین شما چند نفر اون شکلی هستند به من بگید، من برای اون یه برنامه دیگه دارم. همینجا اسامی اون کسایی که واقعا دوست دارن که خودشون هم بتونن دیگه آنالیز بزنن و مسئول آنالیز خودشون باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اگه مقاله‌ای دیولپ میشه دقیقاً این کسی که آنالیزش داده خود این مثلا شماها، یکی از شما بودین که قشنگ آنالیزش داده، جدول بندیش کرده، تو گزارشش شده و حالا بخواد بره برای بقیه فرایند ارائه کارش بده. هر کس تو این سطح هستش بچه‌ها، حالا باز محک می‌خورید، کسایی هم که میگن مایلین تا ادامه کار یه بار دیگه محک می‌خورن، چون من بودنش رو زیاد کار کردم، بعد موقع بچه‌ها به جلسات هم زیاد میشن. ولی حالا بگید من برای اونا میگم برنامه‌ام چیه. خب یکی خانم روستا، دو تا خانم روستا، خانم روستایی، آقای ملکوتی خواه، زیاد دارید میشید آقای درست فکر کنید، 2, 4, 6, 7 نفر درسته؟ پس الان از بین خیلی خب الان تقریبا، حالا خانم من اینو یادم رفت بگم، خب اونچه گفت لطفا شما لیست حضور غیاب تکمیل، یعنی شما لیست حواستون به لیست حضور غیاب بچه‌ها باشه و حالا شما تا اینو یاد بگیرید، بعد براتون اول باید شما براتون توجیه بشه کامل ملکه بشه، بعد برید سراغ پیشرفته. خب حدود یه 10 نفری من اشتباه نکنم لیست خانم قوچی بود زحمتون لیست اسامی که بچه ها اینجا گفتن هم باز دوباره مجدد یادداشت کنید. خانم روستا، روستایی، ملکوتی خواه، آقای ملکوتی خواه، آقای صادقی، خودتون، خانم عسکری، خانم اسلامی، خانم بیت اللهی و خانم بصیرت. تقریبا نه نفر هستید اگه اشتباه نکرده باشم. این 9 نفر رو جدا بنویسید. این 9 نفر من بهشون داده واقعی میدم. وقتی داده واقعی میدم یعنی اینکه شما میتونید اون داده واقعی رو تبدیل کنید به یک مقاله و خودتون مسئولیت اون کار رو به عهده بگیرید. قشنگ همراه کلاس که دارین پیش میرید، شما رو داده واقعی کار میکنید، آنالیز رو دقیق انجام میدید، قسمت و بقیه کارا خب دیگه خودتون تکمیلش میکنید میفرستید. خب قطعاً من اون داده واقعی که شما میدم
داده ایست که اصل کار من بوده باشه، یعنی یه بخش از یکی از کارام مثلا به شما میدم که هم برای شما تمرینی باشه و هم مطمئن باشید که این داده واقعیه و آنالیزش رو دقیق انجام بدید و بقیه مقالش هم بنویسید و حتی برید به سمت اینکه انشاءالله بتونید فرآیند چاپش هم پیگیری کنید. و ولی خب دیگه عملا قطعا در سطح خودتونه، خیلی مثلا بگم تاپی که بخواد پیگیریش نیست، ولی چون داده واقعی هست شما میتونید کلا سرانجامش برسونید، فقط تمرینی نیست. خب اینم پس از بابت این. در مورد این هم باز دوباره فیدبک خب قطعا سنگین تر خواهد بود، یعنی این افرادی که اینجا الان دارن میگن و من دارم داده واقعی خودم رو به در اختیارشون قرار میدم، توقع دیگه ای دوباره ازشون دارم. اگر قرار باشه حالا اهمال کاری داشته باشم و اینها، حقیقتا چون من خیلی با بچه دانشجو کار کردم و خب خیلی وقتمون میگیرن، اگر قرار باشه ما پیگیر دانشجو باشیم، یعنی دیگه تعارف ندارم دیگه، از همین الان خودتون بدونید، یعنی من ببینم جلسه دوم مخصوصا این ده نفری که میخوان روی داده واقعی کار کنن، این ده نفر دیگه اگر روز جلسه اول یا دوم در واقع من ببینم تکالیفشون درست انجام نمیدن یا دارن در واقع تاخیر ایجاد میکنن، ها حقیقتا من دیگه حذفشون میکنم. حالا اون بچه که منو میشناسن که میدونن، اونها به اونایی هم که نمیشناسن لطفا بگید که دیگه، چون واقعا فرصت این نیست که بخوایم وقت اضافه بذاریم. خب اگه توی در مورد اینها هیچ صحبت یا سوالی یا پیشنهادی کامنتی چیزی ندارین، دیگه بریم سراغ اصل قضیه و برنامه امروزمون. صحبتی نیست؟ ببین بچه ها، حالا من سعی میکنم تا جایی که میتونم به زبان ساده صحبت کنم، حالا هر جایی که سوال بود خود رو دستون رو بگیرید بالا یا کامنت بذارید، من سعی میکنم حواسم به کامنت هم باشه. ببینید قبل از این که ما وارد بحث اصلا خود نرم افزار SPSS و آنالیز زدن در واقع داده هامون بشیم، باید یک احاطه کافی و کامل نسبت به متغیرهای مطالعهمون داشته باشیم. یعنی ببینید نرم افزار یک نرم افزار هوشمند که نیست دیگه، کلا نرم افزار رو هر چقدر براشون برنامه تعیین میکنیم و بقولی میتونیم براشون تعریفاتی رو توی نرم افزار تنظیم کنیم، ولی باز هم نرم افزار بقولی هوشمند نیست. اون چیزی که در واقع ممکنه شما بعضی موقع برای یه سری، چون شما عدد تعریف میکنید توی SPSS، یه سری آنالیز ها بزنید، نرم افزار رو براتون بزنه، چون هیچ از نظر عددی محدودیت خاصی نرم افزار حس نمیکنه و شما یه آنالیز بزنید، ولی این آنالیزی که زنید از اساس اشتباهه، چون اصلا متغیرتون خاصیت خاصی داشت که شما نمیتونستید اون آنالیز رو بزنید روش. برای همین مهمه که اصلا قبل از اینکه شما وارد فازه وارد کردن داده هاتون توی تقویت، حتی قسمت موقعی که دارید پروپوزالتون رو می نویسید، تکلیفتون رو با متغیر هاتون هم از نظر نقش و هم از نظر ماهیت و هم از نظر نحوه اندازه‌گیری در واقع مشخص کنید. این اونجا براتون کاملا واضح بشه قبل از اینکه داده هاتون هم به SPSS وارد کنید. باز دوباره یک ریویو، مخصوصا که حالا شما چون مبتدی هستید، بقولی این دابل چکر کمک میکنه بیشتر مطالب تو ذهنتون جا بیفته. حتما باید اینا رو برای خود مشخص کنید که وقتی که حالا داده ها رو وارد SPSS میکنید و براشون در واقع تعاریف مختلفی میذارید، متوجه باشید که این اساس متغیر از چه جنسی و قاعدتا چه کارهایی میتونید برای اندازه آماری برای این بکنید و اون محدوده کار رو براتون تعیین بشه. خب برای همین ما امروز در مورد این صحبت میکنیم. خب میگم شما همتون اینا رو خوندید، ولی خب سعی می‌کنم یه بار دیگه بگم که یه بار دیگه جا افت. خب متغیر همینجور که همتون میدونید هر چیز و خاصیتی که بین یک فرد با فرد دیگه تغییر بکنه بهش میگیم متغیر، مثل وزن، فشار خون، سطح اضطراب. ببخشید بچه‌ها، من دیروز خیلی صحبت کردم گلوم درد میکنه، یه جدودی من یه لحظه برم یه آب جوش بیارم برمیگردم.
ببخشید. خب پس هر چیزی که بین هر در واقع فردی نسبت به فرد دیگه تغییر کنه اون از نظر ما متغیر، حالا هر چیزی میتونه باشه دیگه. از خب جنسیت بین ما و مثلا مرد فرق میکنه دیگه، اینم یه متغیر باشه. نمیدونم سطح تحصیلات میتونه یه متغیر باشه، چون مثلا تحصیلات من دکترا و شما کارشناسی ارشد، یکی دیگه مثلا کارشناسی، پس این میتونه یه متغیر باشه. خب این متغیرها معمولا متغیرها قابل مشاهده، قابل اندازه‌گیری هستن. اصلا چون که میتونیم بسنجیمشون، در واقع خاصیت سنجش پذیری دارن و کاملا قابل اندازه‌گیری هستن. حالا من مثال مختلفی آوردم. اکثر موقع متغیرها خودشون یه سری خصوصیات ذاتیه در واقع اون متغیر هستن، مثل سن، جنس، ببخشید خصوصیت ذاتی اون شی یا فرد هستن، مثل سن، جنس، گروه خونی. یه موقعی هم ممکنه خودمون به عنوان محقق این متغیر رو خلق کنیم. مثلا وقتی شما میخواید یک پکیج آموزشی ایجاد کنید، خب این متغیر آموزشی شما داره توسط شما خلق میشه، یعنی چیز ذاتی ممکنه نباشه. خب بر اساس در واقع متغیرها رو ما از دو جنبه برای مهمه که بدونیم قبل از اینکه وارد آنالیزمون بشیم. یکی از نظر نقششونه که برای مهمه که این متغیر من چه نقشی الان داره تو مطالعه من. خب حالا من اینجا نقش اصلی متغیرها رو آوردم. متغیر ما یا نقش مستقل دارد یا نقش وابسته دارد یا نقش میانجی دارد. ببینید میانجی ها چه شکلیه؟ یک متغیر میتونه نقش، یک متغیر میتونه متغیر وابسته باشه، یک متغیر متغیر مستقل. بین اینها متغیر میانجی قرار میگیره. میانجی ها سه حالت میتونن داشته باشن: متغیر کنترل باشن، متغیر تعدیل کننده باشن یا متغیر مداخله گر باشن. پس اینا رو تو ذهنتون باشه. شما وقتی که الان پایانامتون رو میذارید جلوتون، همتون دیگه فکر میکنم پروپوزال یا دفاع کردید یا در مرحله نزدیک به دفاع هستید، یا هم که دیگه کلا کارتون تموم شده. پایانامتون رو میذارید جلوتون یا پروپوزالتون رو، هرچی متغیر تو قسمت ابزار کارتون تقریبا باید همه متغیراتون رو مشخص کرده باشید. همه متغیراتون رو بکشید بیرون، مشخص کنید نقششون چیه توی کار شما. مثلا میگید فلانی نقشه، ولی اونایی که مداخله ای هست که تقریبا کارشون کاملا مشخصه دیگه. یه متغیر مستقل دارن، مثلا میخوان تاثیر فرض کن ماساژ روی درد بسنجن. خب متغیر مستقلشون میشه ماساژ، متغیر وابستهشون میشه درد. این وسط به غیر از این دوتا کلی متغیر دیگه هم دارن میسنجن. سن میسنجن، نمیدونم مثلا آنالجزی استفاده کرده نکرده میسنجن و کلی از متغیرهای دیگه. این متغیرهای دیگه میشن متغیرهای میانجی برای این مطالعه. حالا یه سری از مطالعه ممکنه در واقع توی دیزاینشون حالت چیز نداشته باشن، حالت مداخله ای نداشته باشن، ولی وقتی میخوای آنالیزی انجام بدی یه خورده میخوای ببینی بالاخره کدومو بگیری متغیر وابسته، کدومو بگیری متغیر مستقل، که اون رو براتون میگم که بعدا مثلا وقتی که میخوای در واقع این چیزا رو مقایسه کنید. و تو اونها خب اکثرا نیستی متغیرهای، حالا ما بهشون میگیم متغیرهای زمینی رو کل شما میخواییم در بیاریم و توصیف کنیم و حالا یه سری روابط هم بینشون مشخص کنیم. معمولا تو این سطحی که ما الان داریم کنیم روابطشون خیلی روابط پیچیده یه علت معلولی رو تو مطالعات ما بررسی نمی کنیم. من اینا رو خیلی شفاف توضیح نمیدم چون از نظر من شما بلدینشون، فقط میخوام یه مروری بشه. اگر جای نیاز هست توضیح بیشتری بدم یا دقیق‌تر مثلا متغیرهای مثلا کنترل تعدیل کننده مداخله کرد، اگه فکر می‌کنید نیاز باید توضیح بدم بگید بعد اون توضیح بدم، وگرنه رد کنم بریم سراغ قسمت اصلی که لازمه. توضیح بدم یعنی ببینید متغیرهای میانجی خودشون گفتیم سه گروه میشن: یکی متغیر کنترل، یکی متغیر تعدیل کننده، یکی متغیر مداخله کرد. منظور از متغیر کنترل چیه؟ یعنی اینکه ما وقتی که مطالعمون رو دیزاین میکنیم، دیزاین مطالعمون رو میچینیم، روش کارمون رو میچینیم، از نظر ما توی رابطه بین متغیر وابسته و متغیر مختلف یه سری چیزا هستن به ذهنمون میرسه که اینا ممکنه اثرگذار باشن توی این رابطه، اما خب مثلا ممکنه که خیلی زیاد باشن. مثلا ممکنه از یه کار سنگین، مثلا یه کار مداخله شما میخواید توی مرزای آی سی یو انجام بدید. خب مرزای آی سی یو خیلی مرزای کامپلیکیتی هستن،
شما بخواید مثلا تاثیر مطمئن بشید که این کاری که شما دارید میکنید خودشه که داره تاثیر میذاره روی متغیر وابسته، نه اون متغیرهای میانجی، مجبورید کدورشون کنید دیگه. خب آیا میتونید هر مثلا 13 14 15 تا متغیری که احتمال میدید تاثیر بذاره روی این رابطه رو کنترل کنید؟ نه، خب شدنی نیست. میای مثلا اونهایی که از نظر شما خیلی مهمن که دیگه میتونن جابجا کنن نتیجه رو، اونها رو از همون اول تو طرح مطالعاتون کنترل میکنید. مثلا میگید که من از همین اول مثلا این جامعه ما میگیرن این مثلا خصوصیات رو داشته باشن، دیگه جیسیسشون خیلی متغیر نباشه، بعد برش یه معیار تعیین میکنید. اینها از همون اول کنترل شدن دیگه. هر مثلا میگید که اعتیاد خیلی مهمه، اصلا از همون اول مثلا اعتیاد رو وارد نمیکنید، میگید کسایی باشن که اصلا وارد کنترلش کرده این چند تا، ولی خب نمیتونی که همه متغیرهایی که فکر میکنی توی این رابطه اثر دارن رو بیا در واقع این شکلی کنترل کنه. اونجوری که خیلی جامعه محدود میشه، تبیین پذیری رو میبره زیر سوال دیگه. میای چیکار میکنی؟ بعضی از اونها رو سنجش میکنی و بعد از طریق آنالیز های آماری اثرش رو چک میکنی. به اونها میگن متغیرهای تعدیل کننده. یعنی شما سنجشش کردی و اثرش رو کنترل کردی. متغیرهای مداخله گر ممکنه که توی این وسط حالا یه سری متغیرها باشن که واقعا قابلیت کنترل به هیچ عنوان تو حالتهای قبلی و دوم نداشته باشن، و یا ممکنه که یه متغیری اینجا اثرش رو از طریق آماری سنجیدی واقعا اثرگذار معنی داری بود، یه اثرگذار اثر خیلی واضحی داشته و بعد بر اساس کار آماری هم نتونستی اثرش رو کنترل کنی، اون دیگه میشه یه متغیر کانفاندر یا مداخله گر. باز حالا یه سری کارا هست برای اینکه متغیرهای مداخله گر رو ما کنترل کنیم توی مطالعهمون، یعنی یه شرایطی رو ما فراهم کنیم، مثلا رندومیزیشن، مثلا ریستریکشن، مثلا همون همسانی هایی که انجام میدیم بین گروه ها، همون اوایل کار. اینها خودش یه سری کاراست که کنترل میکنه که حداقل متغیرهایی رو که در واقع احتمال اختلال ایجاد میکنن تو این رابطه رو در واقع اونجا کنترل کنیم. خب سوال بیشتری دارید بچه ها؟ چیز دیگه ای که خیلی مهمه که شما باید این دیگه از نظر من مخصوصا برای اینکه وقتی میخوای کار آماری انجام بدید دیگه خیلی مهمتره، اینه که شما بدونی خاصیت و نوع متغیرتون از نظر اندازه‌گیری چه شکلیه. پس دوباره میایید متغیرهای پایان‌نامه‌تون یا هم پروپوزالتون رو لیست میکنید، مشخص میکنید که اینها از نظر اندازه‌گیری چه نوع متغیری هستن. ما دو تا دسته کلی متغیر داریم، متغیر کیفی، متغیر کمی. خب همونجور که اسمش روشه، یک متغیر کیفی در واقع یک حالتی هستش که فقط یه حالت اسم یا مقوله‌ای داره اون متغیر و از نظر عددی عددش ارزشمند نیست، یعنی حالت ریاضی نداره. ببینید واضح تر بگم، مثلا شما جنسیت رو میگیم یک متغیر کیفیه، چون مثلا زن و مرد که شما نمیتونی بگی که مثلا زن بهتره مرد بهتره، اون یکی بالاتر از اون یکی، اصلا هیچ چیزی نیست، اینا یک کیفیت، فقط اون جنسش یه حالت کیفیت فقط داره، یکیش زن یکیش مرد. یا مثلا رنگ ها، شما هیچ چیزی نمیتونید بگید که مثلا رنگ زرد بهتر از رنگ مثلا صورتیه، رنگ مثلا قرمز بهتر، اینا که کیفیتن برای اون متغیر رنگ، یعنی رنگ ما یک حالت کیفیت داره و این کیفیت در واقع به قولی هیچ برتری بین کیفیت‌های مختلفش وجود نداره. پس این یک متغیر کیفیه. توی طبقه بندی کردن متغیر کیفی دو دسته متغیر میذارن، یکی متغیرهای کیفی اسمی و یکی هم متغیرهای کیفی رتبه‌ای. خب کیفی اسمی همین چیزایی بودن که تا الان مثال دادم، مثل جنسیت، مثل رنگ، مثلا گروه‌های خونی، چیزایی که شما دقیقاً می‌دونید که این یک متغیر کیفی که اصلاً هیچ ترتیبی، هیچ اولویت بندی بین اون مصادیقش وجود نداره، همشون توی سطح هم. اگر یک زمانی شما بهش یک عددی رو تعلق دادید، این عدد تعلق دادن به این معنا نیستش که خاصیت ریاضی اون عدد در مد نظر شماست، نه، فقط صرفا برای اینکه خودت متوجه بشید رنگ یک مثلا کد یک داره، رنگ زرد مثلا کد یک داره، بهش یک عدد دادید، وگرنه این عدده هیچ خاصیت دیگه برای این متغیر کیفی شما
نداره. اما رتبه ها یک حالت در واقع ترتیب هم توش داره. رتبه مثلا مثل چی؟ سطح تحصیلات. سطح تحصیلات یک متغیر کیفی رتبه ای هستش. ببینید به هر حال میتونیم وقتی ما نگاش میکنیم تحصیلات رو، مثلا میگیم که یه سری ها بی سوادن، یه سری ها تحت سواد خوندن نوشتن دارن، یه سری ها مثلا زیر دیپلومن دیپلومن. ببینید ترتیب بالاخره اینجا ما هیچ وقت قطعا به همه ما بگر کسی که تحصیلاتش مثلا کارشناسی آیا فرقی با دیپلم داره از نظر تحصیلات، از نظر شعور نمیگم. ممکن شما بیا میگی آره شعور گرفت به این چیزا نداره، ولی نه، از نظر خود تحصیلات مثلا پرستاری، آیا مثلا از نظر تحصیلات کسی که مدرکش کارشناسی ارشد بیشتر از کارشناسی، تقریبا 90% ما میگیم آره این واقعا کسی که ارشده بالاتر از کسی که کارشناسیه از نظر تحصیلات یا و الی آخر. این متغیر خاصیت رتبه ای داره، یعنی میتونیم این خصوصیات این متغیر رو واقعا رتبه گذاری کنیم، یکیش پایینتره یکیش بالاتر، ولی که دقیقا اون رتبه بالاتر نسبت به پایین چقدر فاصله داره چطوری، حالا اینا رو نمیتونیم در موردش صحبت کنیم. این پس میشه متغیر کیفی. پس شما مشخص میکنید متغیرهایی که تو مطالعاتون دارید از چه جنسی هستن، کیفی هستن، اگر کیفی هستن اسمی هستن یا رتبه. حتما اینا برای خودتون مشخص کنید، چون بعدا که میخواین آنالیز بزنید همه اینها رو نیاز دارید که بفهمید متغیرتون چه جنسیه، حالا چه آنالیزی باید براش بزنید. خب یه دسته دیگه از متغیرها متغیرهای کمی هستن، دقیقاً اسمشون روشونه، یعنی که اون عددی که در واقع بهش نسبت داده میشه دقیقاً عددی هستش که خاصیت‌های ریاضی رو داره دیگه، یعنی قشنگ یک عدد ریاضی واقعی براش حساب میشه. مثلا فرض کنید مثل 3، مثلا شما اگه بگه سنش 37 ساله، خب دیگه یا سنش 40 ساله یا سنش مثلا 30 ساله 20 ساله، این دیگه دقیقاً یک عدد واقعی هستش که به سن تعلق میگیره، یا قد، وزن، نمیدونم نمره مثلا هر چیزی، هر درسی، اینا یک عدد کمیه دیگه. خود این عدد کمی هم بازی خورده خاصیتاشون با هم دیگه فرق داره. حالا سوای این که بعضی کمی گسسته هستن، بعضی کمی پیوسته، این رو هم باید برای خودتون مشخص کنید. ببینید مثلا بعضی از متغیرها خاصیت کمی دارند ولی گسسته هستن. مثلا چی؟ مثلا ما وقتی میگیم که تعداد در واقع دندون‌های خراب مثلا یک فرد، خب دیگه این دیگه تعداد مثلا میگیم 10 تا، دیگه نمیگه 10 و نیم تا. وجه وقتی میگیم گسسته یعنی بین اعداد رقم عشر وجود نداره، این گسسته است. مثلا دیگه نمیتونیم بگیم که 10 و نیم تا دندون خراب داره، خب میگیم 11 تا دندون خراب داره یا 10 تا دندون خراب داره، دیگه بینه و بینی نداریم برای همچین متغیری. ولی خب برای خیلی از متغیرهای دیگه بسته به این که ما اون اسکیل یا اون دقت ابزارمون چی باشه، ممکنه که متغیر کمی گسست پیوسته داشته باشه. مثلا ممکنه شما یه ابزار خیلی دقیق خیلی دقیق داشته باشه، مثلا قدر که میخواین اندازه بگیرید مثلا کاملا واحدش رو ریز کنه برای شما، شما خب این متغیرتون یک متغیر کمی پیوسته بشه. خب اینم از بابت نوع متغیر. پس دوباره تکرار میکنم، متغیرهای پالینومتون رو میذارید جلوتون از نظر کیفی و کمی و در واقع طبقه بندیشون. چیز دیگه ای که باید، سوالی نیست برای متغیر کمی؟ خب چیز دیگه ای که باید در واقع نسبت بهش آلرت بشه و حتما اجراش کنی، مقیاس های اندازه گیری هستن. مقیاس های اندازه گیری رو که باز اینها رو هم خوندید، حالا من ازش سعی میکنم اینجوری باز دوباره بگم که مروری بشه بعد موارد قبلی رو ببینید. بچه ها اصلا مقیاس چیه؟ مقیاس چند بار از روی میخونم یا با پوشش بدید؟ مقیاس مجموعه عدد یا نمادهای دیگر است که ویژگی‌های آنها بر ویژگی‌های تجربی اشیایی که اعداد به آنها نسبت داده می‌شود منطبق. یه بار دیگه می‌خونم. مقیاس، چون الان می‌ریم جلوتر و می‌خوام 4 تا مقیاس مهم که تو اندازه‌گیری برامون مهم هستن رو در موردش صحبت کنیم. این بعد در شما جا بیفته که وقتی می‌گیم مقیاس یعنی چی؟ مقیاس یک مجموعه عدد یا نماده
که ویژگی های این مثلا مقیاس با ویژگی های تجربی اشیایی که ما این مقیاس رو به اونها، این اعداد رو به اونها نسبت بدیم برابر. مثلا میرم جلوتر اگر لازم شد بگید، برگردم یه بار دیگه تعریف رو براتون بخونم. فکر کنم اگر اول مقیاس ها رو بگیم براتون جا میفته. خب ببینیم، ما بر اساس قهری که خصوصیات متغیرمون از نظر اندازه گیری چه شکلی هستش، 4 تا مقیاس داریم: مقیاس اسمی، مقیاس رتبه‌ای، مقیاس فاصله‌ای، مقیاس نسبتی. ببینید اسماشو تقریبا الان برای شما دوباره آشناست دیگه. اسمی چی داشتی؟ متغیر کیفی اسمی داشتی. مقیاس اندازه گیریش چیه؟ اسمی. متغیر کیفی رتبه‌ای داشتی. مقیاس اندازه گیریش چیه؟ رتبه‌ای. متغیر کمی گسسته و پیوسته داشتیم. حالا مقیاس های اندازه گیری متغیر های کمی چی هست؟ فاصله نسبتی. حالا بگیم که چه خصوصیاتی دارد که وقتی ما متغیر جنسمون رو نگاه میکنیم میگه این متغیر به این مقیاس اندازه گیری میخوره. وقتی که مثلا متغیر جنسمون رو سنمون رو نگاه میکنیم میگیم که مثلا این سن به مقیاس اندازه‌گیری مثلا فاصله‌ای میخوره، به مقیاس اندازه‌گیری مثلا نسبتی میخوره. یعنی ما خصوصیاتی که یک سری خصوصیات الان توی این مقیاس اندازه‌گیری با هم دیگه کار میکنیم میگیم این مقیاس اندازه‌گیری اینه، از اون ور متغیر کیفی و کمی مون رو داریم، بس اینا رو با هم مچ میکنیم میگیم که خب این خصوصیاتش دقیقاً به این مقیاس میخوره. خب این مقیاس چه کارهای آماری میتونم توش انجام بدم؟ اینا اون یکی متغیرم مقیاس اندازه‌گیریش مثلا میشه نسبتی، چه کارهای آماری میتونم روش انجام بدم؟ لیست کردیم. مثلا این کارها رو میتونیم روش انجام بدیم. پس این میطلبد که شما اول متغیرات رو که لیست کردید کیفی، کمی، کار بعدش اینه که مقیاس اندازه‌گیریشون رو مشخص کنید. مقیاس اندازه‌گیریش اسمی هست، رتبه‌ای هست، فاصله‌ای هست یا نسبتی. خب اسمی و رتبه‌ای که دقیقاً مچ میشن با کیفی رتبه‌ای، با کیفی اسمی و کیفی رتبه‌ای، یعنی هیچ تفاوتی نداره با همون. ولی قسمت فاصله یا نسبتی رو دیگه باید متغیر کمیتون رو ببینید به فاصله ای میخوره یا به نسبتی، چون ممکنه که یه متغیر کمیتون گسسته یا پیوسته باشه ولی مثلا از جنس فاصله ای باشه مقیاسش، یه متغیر کمی دیگه داشته باشید باز یا گسسته باشه یا پیوسته ولی جنسش از نوع از مقیاسش مقیاس نسبتی باشه. اینو هم بگم که تقریبا خیلی موارد هست که اکثرا فاصله ای هستن، اون چیزا ما باشون کار میکنیم، حالا باز میریم در مورد صحبت میکنیم. خب پس این هم مقیاس های متغیرات رو مشخص میکنید. خب حالا از مقیاس اسمی شروع کنیم. ببینید این از نظر سطح ریاضی و سطح آماری و اینکه ما میخواییم این ببینید اسمش روشونه بچه نگاه کنیم، مقیاس های اندازه گیری، یعنی ما میخواییم بالاخره اینها رو با عدد اندازه بگیریم دیگه، درسته؟ میخواییم یه چیز ریاضی روشون کار کنیم، یکی عدد ملموس بدیم که بگیم مثلا این قدر و اون قدر. خب پس این در واقع همش در مورد محاسبه کردن و ریاضیه. خب میگه که از این مقیاس ها اگر بذارید همین چیزی که من توی اسلاید قبل گفتم، ببینید اینها به ترتیب که میاد از اسمی تا نسبتی خاصیت ریاضیشون بیشتر میشه، اون اعدادشون خاصیت ریاضی پیدا میکنن، خاصیت مقایسه پذیری پیدا میکنن، مقایسه های واقعی نه مقایسه هایی که مثلا برپایی بقولی مثلا توی اسم مثلا زن و مردی که ما ذکر میکنیم واقعا جنسن هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که مثلا زن یا مرد از خودشون خصوصیت زن مردی با هم دیگه مثلا متفاوت، خصوصیت نه یعنی از نظر جایگاهی یکیشون بالاتر و یکیشون پایین تر هست. ولی وقتی میرسیم به سطح پایین تر که مثلا نسبتی هستش، وقتی میگیم عدد مثلا کسی که معدل شده 20 نسبت به کسی که معدل شده 18، دقیقا همه ما متفق القولیم که کسی که 20 شده بهتر از 18 است، درسته؟ هیچ کس نمیاد از بین ما بگه که نه اونی که 20 شده فرق با اونی که 18 شده نداره، دوتا عدد ارزششون یکسان، نه اصلا اینجوری نیست، کاملا متفاوته، یعنی کاملا رتبه داره اینجا و بالاتره. و حالا میگم باز تفاوتی بین کمی ها هست. خب توی مقیاس اسمی پایین ترین سطح یا ساده ترین نوع اندازه گیریه. ببینید دقیقا ساده ترین و پایین ترین سطح نوع اندازه گیری هستش. ببینید این مهمه، در این مقیاس استفاده از اعداد هیچ مفهوم و معنای ریاضی نداره. حالا مثلا مثل شماره پیراهن بازیکن‌ها، مثل همین جنسیت، مثل نمیدونم رنگ
گروه خونی، خودتون هم مثال بزنید که تو ذهنتون بشینه یه خورد دیگه. مثلا جنس های مختلفه، مثلا یه میز، مثلا فلزیه، چوبیه، اینا خصوصیت کیفیه دیگه. این مثلا میشه یه متغیر کیفی که مقیاسش هم از جنس اسمی. حالا مقیاس چی بود؟ مقیاس این بود که خصوصیاتش مچ باشه با ویژگی تجربی اشیا. ویژگی تجربی اشیا مثلا اینکه رنگ هستش، اینکه جنس هستش، یه ویژگی هستش که نمیتونیم رتبه‌ای درش اعمال کنیم. ویژگی ها هم سطح هم هستند، بقولی فلزی نمیدونم مثلا خانم روستایی میگن راست یا چپ دست بودن. این هم بالاخره اگه متغیر در نظرش بگیریم، بقولی اینکه طرف راست دست یا چپ دست هستش، این اصلا هیچ یه متغیر اسمیه، چیز خاصی نیست دیگه که بگیم مثلا فرق داره راست دست بودن یا چپ دست بودن. خب حالا با این حساب چه کارهایی میتونیم روی از نظر آماری و ریاضی انجام بدیم؟ ببینید عملیات مجاز آماری روی تعیین فراوانی و مواردی از جنس مود و درصد هستش. مود یادتونه چی بود؟ میانگین داشتیم، میانه داشتیم، مود داشتیم. ببینید آره اون متغیر در واقع خصوصیتی که بیشترین فراوانی رو داره. مثلا فرض کن شما داشتید رنگ زرد و قرمز و فرض کن نارنجی مثلا، بعد رفتید 10 تا مثلا لباس در آوردید با رنگ‌های مختلف، حالا اومدید فراوانیشون سنجیدید، یکیشون 2 تا، یکیشون 5 تا، یکیشون 3 تا. اون 5 تا از همه فراوانیش بیشتر میشه مود، یعنی عدد. حالا ببین اون چیه، رنگش چیه، اون میشه مودش در مود. خب مود میشه اون چیزی که بیشتری فراوانی رو توی در واقع اون متغیر داره. خب پس ببینید عملیات مجاز آماری روی این دسته از متغیرها عملیات خیلی محدودی هست. میبینید فقط ما در حد فراوانی میگیم، مثلا میگیم این فراوانی، این متغیر اینقدر، 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 اینقدر درصدش. عملیات مجاز ریاضی چی میگیم؟ هیچ یک از اعمال ریاضی برای متغیرهایی که صرفا اسمی هستن قابل انجام نیست. اینها براتون مهمه، یعنی باید دقیق یاد بگیرید، برای اینکه ما توی SPSS عدد وارد میکنیم. این شمایید که میفهمید پشت مفهوم این عدد چیه، آیا این عدد اسمیه، من میتونم این آنالیز روش بزنم، آیا این عدد که نمیدونم کمیه، میتونم اینا رو اگه ندونید میرید آنالیز اشتباه میزنید، عدد تعریف میکنید بعد در حالی که کلن مقیاسش مقیاس اسمی بوده، بعد اشتباه هم آنالیز میزنه. خب اونجا وقتی برای SPSS عدد تعریف کنید برای اون عدد ریاضی حساب میشه، مگه اینکه تو قسمت یه جایی برید تعریف رو در واقع بدید به سیستر، که باز هم ممکنه بعضی جاها دست آدم رو برای بعضی کارو ببرده. خب مقیاس بعدی مقیاس رتبه یا ترتیبیه، مجموعه از رتبه است. ببینید دیگه هم اینم دقیقاً معادله گفتن همون متغیر کیفی که رتبه باشه، یعنی دقیقاً کاملا رتبه ها مشخصه. یعنی میتونید بگید که مثلا کسی که ارشد هستش تحصیلاتش بیشتر از اونی که کارشناسی هست، یعنی میتونیم مرتب کنیم. ببینید دقیقاً از یک صفت بزرگ به کوچیک یا بالعکس قابل مرتب کردن هستن، ولی مشخص نیست که هر یک از این افراد یا اشیا به طور مطلق چقدر از اون صفت رو دارن. ببین شما وقتی که میگید که مثلا ارشد اون کارشناسی، اصلا نمیتونیم که دقیقا آیا کسی که ارشد مثلا 2 برابر سواد داره نسبت کسی که کارشناسیه، هیچ چیز نمیتونید بگید، فقط میتونید بگید که بیشتره، هیچ حرف اضافه تری نمیتونید بزنید. این میشه مقیاس رتبه، یعنی میتونید مرتب کنید ها، ولی نمیتونید بگید که دقیقا این فاصله چقدر هستش، فاصله بین این رتبه مثلا 1 با رتبه 2. حتی توی مواردی که رتبه بندی ها مثلا به صورت عددهای معدلی هستش، باز هم نمیتونید لزوما بگید که کسی که مثلا نمرش 20 تا 18 شده دقیقا چند برابر 18، چون اینا این مقدار مثلا آزمون ها و اینها خاصیت های کیفی دارن که بعد واقعا این رتبه ها هم رتبه ای در واقع دقیقا خاصیت همون رتبه ای دارن دیگه، بیشتر از رتبه ای نمیتونید بهشون در واقع ما دقیق در نظرشون بگیریم. اگر دقت کنید هرچی مقیاس ها دارن از حالت اسمی خارج میشن میرن به سمت نسبتی، اون متغیر دقیق تری هستش، با
دقت بهتر و بیشتری اندازه گیری شده. خب ببینید، مشخص نیست که این اشیا یا افراد از لحاظ صفت مورد اندازه‌گیری چه مقدار از یکدیگر فاصله دارن، که رو هم براتون توضیح دادم. میدونیم یه فاصله دارن، ولی که دقیقاً این چه مقدار هستش اصلا توی مقیاس رتبه‌ای قابلیت بررسی و ادعا نداره. یعنی شما نمیتونید بگید که اینا. خب باید حواستون باشه وقتی مثلا دارید بگید فلانی ها اینا، حواستون باشه مثلا ارشد بیشتر از این بودن، مثلا تحصیلاتشون بیشتر از، یا به قولی سواد پرستاریشون بیشتر از کارشناسی هاست. فقط میتونید همین رو بگید، دیگه نمیتونید بگید چقدر بیشتر است. متوجهی؟ اصلا نمیتونید در مورد این، اونم به خاطر اینکه خب بالاخره میدونیم یک کسی که بالاخره 2 سال دیگه اومده مباحث درسی پرستاری رو خونده، بالاخره خب بیشتر از اون 4 سال، ولی بازم قطعی نیست لزوما. خب اینجا در مورد سطح تحصیلات مثال زدم. خب رتبه ها واضح ترینش خب همین سطح تحصیلات، مثلا درآمد هم هست. درآمد به شرط اینکه به صورت کیفی سنجیده شده باشه. مثلا شما برای یکی میگی که توی پرسشنامه‌اش ذکر میکنی که درآمد مثلا آیتماشو میذاری ضعیف، متوسط، خوب. خب این دیگه الان خاصیت رتبه‌ای داره. شما میتونی کسی که زده خوب بالاخره بهتر از کسی که نوشته متوسط، درسته؟ ولی اگر درآمد رو صرفا گفته باشه خودش بنویسه، دقیق بنویسه، اون موقع دیگه خاصیتش خاصیت رتبه‌ای نیست دیگه، دیگه شده کمی. بچه اینا هم الان ببینید دوباره یک چیز دیگه باز شد، یک متغیر. پس میتونه هم بسته به اینکه شما اینو چه شکلی تعریف کنید، میتونه هم اون متغیر طوری تعریف کنید که به حالت کیفی ارائه بشه توی کارتون، میتونه طوری تعریفش کنید که کمی باشه. تا جایی که امکان داره به در واقع اون اعتبار جمع‌آوری داده‌ها تو لطمه وارد نمیشه، اینها همیشه توصیه میشه متغیر رو تا جایی جا داره کمی وارد کنید. ببینید داریم میگیم که هرچی داره متغیر کم میشه، خاصیت‌ها و کارهایی که میتونیم روش انجام بدیم از نظر آماری و از نظر ریاضی بیشتر میشه. پس قاعدتا هر چقدر شما میتونید، اگر متغیرتون جن طوری هستش شما میتونید به صورت کمی ارزشیابیش کنید، موقعی که دارید پرسشنامه‌تون رو جمع میکنید کمی ارزشیابیش کنید، کیفیش نکنید. حالا بعدا با SPSS حتی همون متغیر رو میتونید تبدیل کنید به یه متغیر کیفی، ولی تا جایی که توی کار بهتون اجازه میدی کمی. مثلا چی؟ مثلا سن. شما وقتی میخواید سن فرد رو بپرسید کمی باید جا باز بذارید خود سنش رو بگه، کمی بگیریدش، نرید براش رو طبقه بندی ایجاد کنید. مثلا بگید سن نمیدونم 20 تا 25 سال، سن 25 تا 30 سال، اصلا این کارش نکنید. چون متغیر وقتی کمی باشه خصوصیات اندازه‌گیریش بالاتره، کارهای آماری بهتر و بیشتری میتونید روش انجام بدید تا وقتی شما تبدیلش کردید به متغیر کیفی از نوع جنس رتبه. دارید متوجه حرفا میشید بچه‌ها؟ خب خانم از یه سوال مطرح کردن که اگه بگیم بیشتر یا کمتر از یک مقدار هم رتبه میشه یا نه. ببین اون مقداری که مد نظر شماست بستگی داره که جنسش چی باشه. مثلا شما وقتی دارید، حالا من انشاءالله توی متغیرهای کمی که صحبت کنم باهاتون، اونجا اگه بذارید تا آخر پیش برم، اگه این سوالتون جا نیفتاد دوباره برمیگردم میگم. چون شما الان متغیر کمی بسته که داره اون عددی که دارید تنظیم میکنید خاصیتا کلا خودش برای یک متغیر کیفی تنظیم شده یا برای یک متغیر کمی در نظر گرفته شده، اون عددی که شما میگید میخوای با اون مقایسش کنید، درسته؟ خب برای یک متغیر رتبه ای عملیات مجاز آماری که میتونیم انجام بدیم چی هست؟ فراوانی هست، مد هست، میانه هست، درصد هست. از نظر آنالیز آماری حتی میتونیم مثلا ضریب همبستگی SPM هم ما حساب کنیم. یعنی داریم ببینید داریم وارد کارهای آماری میشیم. خب برای اون متغیری که جنسش رتبه ای میشه. حالا توی این اسمی ها من بعدا یک آنالیز میگم برای اونهایی که مثلا دوتا متغیر کاملا دوتاشون اسمی هستن قابلیت استفاده داره، که البته خب قاعدتا اسمش روشه. هر چقدر ما آنالیز آماریمون برای متغیرهای کیفی داره استفاده میشه، خب چیزش هم کمتره دیگه از نظر ارزشی. قاعدتا شما متغیرهای کمی که بتونید آنالیزهای پیشرفته و دقیقتر روش بزنید، این میشه یک آنالیز بهتر و قوی‌تر.
بله، مثلا خانم اسلامی میگه مثلا بگی مراحل زندگی، مثلا بگی کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، نمیدونم جوانی، اینها خب اینها نسبت به هم یه رتبه رو دارن دیگه، تو ذهن ما ایجاد میکنه دیگه. کسی که نوجوانه نسبت به کودک سن بالاتری داره، کسی که جوانه نسبت به نوجوان سن بالاتری داره، این یه حالت رتبه ایه. ولی وقتی که دقیقا ازشون اسم سنشون رو میپرسیم میگیم شما متغیر کمی. خب از نظر عملیات ریاضی باز میگن توی رتبه ای ها هیچ اعمال ریاضی میسر نیست. حالا توی اس پی اس اس ما ممکنه یه مقدار بسته به شرایط این کارا رو بکنیم. خب برای مقیاس رتبه ای صحبتی ندارید بچه ها؟ خب میریم سراغ مقیاس بعدی. این دوتا مقیاس بعدی خب مقیاس خیلی خوبی هستن برای ما، برای اینکه اکثر کارهای آماریمون و اکثر کارهای آماری در واقع پارامتریک و خوبمون خب خیلی ما روی این متغیرها زده میشه، پس باید خوب بشناسیمشون. ببین متغیرهای که داره مقیاس فاصله یا نسبتی هستن. ببینید متغیر گفت هم اگه یادتون باشه گفتیم متغیرهای کمیمون هستن که میتونن مقیاس فاصله ای داشته باشن یا میتونن مقیاس نسبتی داشته باشن. حالا چه فرقی با هم دارن؟ توی متغیری که مقیاس فاصله، متغیر کمی که مقیاس فاصله داره چه خصوصیاتی حاکمه؟ یکی این که رتبه اشیا یا افراد با توجه به یک صفت مشخصه. معلومه که اشیا یا افراد از نظر صفت مورد اندازه‌گیری چه مقدار از یکدیگه فاصله دارن. اما اشکالی که وجود داره این هستش که هیچ نوع اطلاعاتی راجع به مقدار صفت مورد نظر، مقدار مطلق صفت مورد نظر برای هیچ یک از افراد یا اشیا در دسترس نیست. یعنی این عیبی که مقیاس فاصله داره اینه. حالا من براتون با مثال توضیح میدم. مثلا چی؟ قد. قد مقیاسش خود متغیر گفتیم چه نوع جنسیه. مثلا ما قد رو میخوایم به سانتیگراد، ببخشید به سانتی متر اندازه بگیریم. قد شده 157. ابزارمون خیلی ظریف‌تر باشه، مثلا ممکنه میلیمترش هم اندازه بگیریم میشه 137 سانتی متر، مثلا 5 میلیمتر میشه 107.5 سانتی متر مثلا. یا 170 137 ممیز مثلا 0.2 سانتی متر. اینا خب ببینید چه شکلیه، ابزار دقیق کنیم خیلی جزء با جزئیات بگیریمش. آره خب همین قدر اول مثال بزنیم بعد میریم سراغ اون سانتیگراد و فارنهایت. ببینید آیا ما موجود انسانی مثلا میخوایم در مورد انسان کار یا هر موجود دیگه داریم که این صفر صفرش صفر مطلق بگیم مثلا قد یکی اصلا داریم که مثلا صفر مطلق داشته باشه؟ نه، مثلا کسی که اصلا وجود نداره شیء که بگیم مثلا حالا شیء رو من فعلا بزنم کنار، مثلا تو انسان میخوام قد بسنجم، آیا این متغیر کمی قد صفر مطلق دارد؟ یعنی اصلا صفر واقعی دارد؟ بگیم یکی به دنیا آمده قدش صفره، اصلا چیزی وجود نداره، درست؟ این میشه صفرش صفر قرار دادی. اگه ما صفر برای در نظر بگیریم مثلا میگیم که مثلا یه چیز منطقی 100 سانتی متر، این 100 سانتی متر عدد 100 سانتی متر مثلا بشه صفر ای. اگر هم در نظر بگیریم براش صفر قرار دادی داریم در نظر میگیریم، در جا اصلا صفر نه. ولی خصوصیت دیگه ای داره که بهش میگیم خصوصیت کم. یعنی چی؟ اگر بگیم که یکی قدش 130 سانتی متر، یکی قدش 140 سانتی متر، ببینید ابزار اندازه‌گیری ما اینقدر دقیقه که دقیقاً کسی که 130 سانتی متر قدشه و 140 سانتی متر قدشه اختلافشون چقدر؟ 10 سانتی، درسته؟ دقیقاً این 10 سانتی متر معادل کسی که مثلا اون دو نفر دیگه یکی یکیش قدش 120 باشه یکیش قدش 130 باشه. یعنی ببینید این فاصله کاملاً واضحه، کاملا مشخص. یعنی دقیقا میگید این 10 سانت، این دوتا با هم فاصله دارن، اون دو نفرم 10 سانت با هم فاصله دارن و این دوتا 10 سانتی که داری میگیم از نظر ماهیت هیچ فرقی با هم ندارن، دقیقا 10 سانت. ولی تو رتبه نمیتونستم همچه ادعایی بکنیم. تو رتبه میگیم که تا ارشده بالاتر از کارشناسی، شاید 2 سال بیشتر درس خونده، ولی آیا از نظر تحصیل شما دقیق میتونید بگید که کسی که حالا مقایسه‌شو بذار با پی اچ دی بکنم بهتر، مثلا پی اچ دی 4 سال درس خونده، کارشناسی هم ارشد هم مثلا 2 سال درس خونده، یا مثلا یه ارشدی بوده 4 سال درسش طول کشیده، یه پی اچ دی هم مثلا 4 سال درسش بوده. آیا شما میتونید دقیق بگید که کسی که پی اچ دی با کسی که
ارشد فاصلهشون چهار، یعنی هر کدوم 4 سال درس خوندن از نظر سواد پرستاری این دوتا برابر هستن با کسی که مثلا ارشد خونده با کارشناسی خونده. نه اصلا قابل مقایسه نیست، فقط شما میتونید که بالاتر، ولی این ده، این تفاوتی که بین اون دوتا رده هست با این تفاوتی که بین این دوتا رده هست اصلا از نظر ریاضی مساوی هم نیستن، اصلا برابر هم نیستن. هیچ ادعایی ما نمیتونیم بکنیم توی این مورد، درسته؟ پس تفاوت میگیم مقیاس فاصله، یعنی این خصوصیت ریاضی داره، فاصله ها کاملا مشخصه، این فاصله ها برای هر تیکه توی این طیف همین معنا رو میدن. یعنی شما مثلا اگه قد طرف از 130 قد افراد مثلا 10 تا رو گرفتید، از 130 تا 150 متغیر بود، یکی 130 بود تا 140، یکی 130 بود، یکی 140 بود، یکی 170 بود، یکی 150 بود، این فاصله هایی که بین این هاست این فاصله های واقعیه مساویه. یعنی وقتی مساوی منظور از منظر ریاضی، یعنی دقیقاً وقتی میگیم این 5 سانت با این فاصله با اون یکی فاصله داره، اون یکی هم اگر 5 سانت داشت این دو تا 5 سانت یه معنا رو میدن، هیچ معنی متفاوتی نمیدن. بچه متوجه شدید تفاوتش با مقیاس رتبه ای؟ خب پس چه کارهای آماری؟ خب پس داریم میبینیم که داره به سمت عدد واقعی نزدیک میشه دیگه. فقط مشکلش این بود که صفر واقعی نداره. صفری هم اگه ما برش انتخاب میکنیم صفر قرار دادیم. مثل همین درجه حرارت، مثل قد، مثل حتی وزن برای ما، برای انسان. اینها حالا ممکنه قد و وزن ممکنه برای بعضی چیزا شاید خاصیت، حالا من تو حضور ذهن ندارم، ولی تو اکثر این چیزایی که من تو ذهن منه همش خاصیت فاصله ای داره، چون صفر مطلق هست. مگه اینکه حالا نمیدونم مثلا اتم خیلی خیلی ریزه مثلا پول، اونا هم همشون یه جرمی دارن بالاخره. خب پس این صفرش صفر قراردادیه، مثل سانتیگراد و فارنهایت. ما مثلا منفی فلان فلان درجه سلسیوس مثلا ممکنه که مثلا بشه صفر یک، اون صفر مثلا برای ما قابل قبول نیست. خب این میشه بس صفر قراردادی، صفرش مطلق و واقعی نیست. عملیات آماری که میتونیم براش انجام بدیم، ببینید باز دوباره داره بیشتر میشه. نما رو میگیریم، میانه رو میتونیم بگیریم، میانگین رو میتونیم حساب کنیم، انحراف معیار، باز یک سری کارهای آماری مثلا ضریب همبستگی میتونیم حساب کنیم براشون، هم از جنس SPM و هم از جنس پیرسون داره بیشتر میشه. عملیات ریاضی که داریم انجام میدیم روش باز داره اصلا شروع شد. میتونیم عملیات جمع و تفریق اصلا انجام بدیم. ببینید وقتی میگیم جمع و تفریق، یعنی وقتی از هم کمشن یه عدد ثابت در میاد دو تا عدد دیگه، خب کاملا اینا قابل مقایسه هستن با هم دیگه. عملیات ریاضی میشه روش انجام. خب قوی ترین مقیاس اندازه گیری نسبتی هست. یعنی یه متغیری از جنس نسبتی باشه، تقریبا همه کارها رو میشه روش انجام داد از نظر آماری و ریاضی. خب مثلا چه تفاوتش با اون یکی چیه؟ اینه که صفرش هم صفر مطلق و صفر واقعیه. یعنی رتبه اشخاص با توجه به صفت کاملا معلومه، فاصله بین اشخاص کاملا معلومه، صفرش هم صفر قرار دادی. مثلا در مورد مقصد تعداد دندون‌های فاسد خیلی واضحه دیگه. ببینید شما دیگه یا اصلا همه دندونش سالمن، یعنی صفری که اینجا میگه دیگه واقعیه دیگه، مثلا میگه هیچی دندون خراب نداره میشه صفر. صفر صفر واقعیه معلومه. یکی دو تا دندون خراب داره، یکی 4 تا دندون خراب داره. خب دقیقاً فاصله بین اینا مشخصه دیگه. کسی که دو تا دندون خراب داره دو برابر کسی هستش که اصلا دندون خراب نداره. اونی که 4 تا داره 4 برابرش دندون خراب داره. مثلا کاملا رو این فاصله ها مشخصه. و کسی که مثلا 4 این دقیقاً بین 0 و 2 و 2 و 4 هم کاملا فاصله ها یکی قابل مقایسه است. نمیتونی بگی کسی که 4 لزوما بیشتر یا کمتر از کسی که 2 نسبت به 3 صفر چیز داره فاصله داره. فاصله کاملا برابره. خب همه عملیات آماری و ریاضی هم روی این متغیرها قابل انجام. حالا توی ببینید مثلا توی از نظر تئوریک تعریف این 4 تا مقیاس از نظر تئوریک، اما اون چیزی که ما توی SPSS میریم انجام میدیم بعضی موقع ها ممکنه که برای خصوص مقیاس این مواردی که مخصوصا آنالیز های پیش در واقع پارامتریک و اینها رو خب خیلی موقع وقتی که توی کتاب ها میریم مثلا بیشتر برای مقیاس متغیر کمی از جنس مقیاس های نسبتی در نظر گرفته شده، ولی خب واقعا وقتی که توی پدیده انسانی ما داریم تحقیق انجام میدیم خیلی شاید مثلا تعداد محدودی متغیر برن به سمت مقیاس نسبتی.
یعنی تعداد متغیرهایی که خاصیت فاصله ای دارن خیلی بیشتره، مخصوصا مثلا ما الان حالا انشاءالله تو طول این دوره ما هم دیگه متغیرهامون رو چک میکنیم، میبینید که اکثر متغیرهامون متغیر کمیمون جنسشون از جنس فاصله ایه. پس یعنی ما هیچ کدوم از کارهای مثلا خیلی ما خیلی کارا آماری انجام میدیم و ریاضی انجام میدیم متغیرهامون، برای این اینا اغماز میشه. شما بدونید که توی آنالیزهای انسانی یه مقدار مثلا اغماز میشه از این، مثلا ممکن یه سری آنالیز ها رو روی آنالیز های فاصله روی متغیرهایی که مقیاس فاصله دارن هم ما اجرا کنیم و خب پذیرفته شده هم هست، یعنی جور نیست که بگیم که چون واقعا پدیده های مربوط به حالا من بلا چون روی انسان بلقه کار میکنیم و این ها کلا شرایطشون خب اون چیزی که صرف تئوریک داریم در موردش بحث میکنیم یه مقدار فاصله داره و نمیشه دقیقا ادجاستش کرد. خب من اینجا خلاصه این موارد رو گفتیم. ببینید مقیاسمون متغیرمون اگر از جنس مقیاسش از جنس اسمی باشه باید با این خصوصیات بخونه. یعنی چی؟ یعنی طبقه درش وجود نداره، وجود ترتیب در طبقات نداره، فواصل مساوی بین طبقات اصلا توی این مقیاس مفهومی نداره، صفر مطلق نداره، عملیات مجاز آماریمون فقط فراوانی و نما هستش، عملیات مجاز ریاضی هم نداریم. پس متغیره که اگه یه متغیر توی مداخله توی پروپوزالتون داشتین تشخیص دادید که مقیاسش اسمیه، بدونید این کارا این خصوصیات رو داره. پس وقتی میرید اونجا میخواید آنالیز بزنید با حواستون باشه دیگه چی کار میخواید بکنید، دیگه چه کارایی میتونید روش انجام بدید. متغیر ترتیبیتون چه شکلیه؟ اگه یه متغیر تو مطالعاتون دارید چک میکنید میبینید از جنس ترتیبیه یا رتبه‌ایه، چیکار میتونید بکنید؟ خب این ترتیب داره تو طبقاتش، فواصل مساوی بین طبقات وجود نداره، صفر مطلق نداره، این کار رو میتونید روش انجام بدید، عملیات ریاضی هم مجاز نیست. فاصله و نسبتی رو ببینید همه چیزشون تقریبا شبیه به همه، به غیر از اینجا فاصله صفر مطلق نداره ولی نسبتی داره و این هم از بابت جمع و تفریق عملیات ریاضیش. ببینید توی این فاصله نوشته همه عملیات آماری رو ما میتونیم روش انجام بدیم، یعنی یه سری طبق همین فرمول های آماری که اومدن تنظیم کردن اینها روی فاصله ها ما اجراش میکنیم و خب عملیات ریاضی هم که جمع و تفریق کامل روی فاصله ها اجرا میشه، اما رو نسبتی ها ضرب و تقسیم و چیزها هم دیگه، یعنی اینها کاملا خصوصیات یک عدد واقعی رو دارن. خب بچه نگاه کنید، دوباره تکرار میکنم، توی پروپوزالتون و توی اندازه‌گیریتون اینها همه به مرحله قبل از اصلا آنالیزن اونجا باید دقت داشته باشید تا جایی که میتونید متغیرتون رو طوری تعریف کنید که برسه به این سطح. خب ممکن واقعا بعضی از متغیرها متغیرهای نباشن که شما بتونید این کارو بکنید، ولی خیلی از متغیرها رو من دیدم بچه‌ها خودشون بد تعریف میکنن. مثلا متغیری هست که جنسش راحت میتونه به صورت کمی باشه ولی میان تبدیلش میکنن از همون اول به یه متغیر تو رتبه‌ای. خب ببینید دارید خاصیت متغیر کم میکنید، دارید اندازه‌گیریش رو میبرید توی سطح کم ارزشتری. متوجه صحبت ها میشید؟ تا جایی میتونید متغیر رو طوری تعریف کنید و طوری اندازه بگیرید که سطح اندازه‌گیریش ارزشش بالاتر باشه، بشه کارهای بهتری باش کرد و آنالیز بهتری روش زد. مثلا شما اگر از همون اول بیایید مثلا متغیر سنتون رو بگید که به جای اینکه بگید خود طرف بنویسه سنش چقدره، اصلا اول خودتون بیایید طبقه بندی کنید، مثلا بگید سن 20 تا 25 26 تا 27 مثلا تا 30 31 تا 35، ببینید شما اومدی خودت رتبه دادی به این و اون خصوصیت کمیشو ازش گرفتی. دیگه اگر بعدا من میخواستم یه سری آنالیزای دیگه بزنم روش و اینکه ببینم واقعا سن به هر یک سالش تغییرش مثلا توی پدید متغیر دیگه همش تاثیر میذاره، دیگه نمیتونم، مجبورم بیام این سطح از آنالیز پایین‌تر رو برای این انتخاب کنم. فرض صحبتام میشید؟ تا جایی میشه، ولی خب ممکنه که یه جایی به اعتبار کار کنید خود لطمه بزنید، مثلا در مورد درآمد. درآمد شاید اگه شما بنویسید که درآمد تو ذکر کن، طرف اصلا درآمد ذکر نمی‌کنه چون نسبت بهش گارد است. ولی اگه بنویسید رتبه بندیش کنید خودتون، مثلا بگید بین 1,000,000 تا مثلا 3,000,000 فلان فلان، اونجوری بهتر جواب بدید. چون دیدید یک معمولا متغیر وضعیت اقتصادی متغیری هستش که افراد رو گارد نمی‌کنه، بچه‌ها افراد معمولا جواب درستی نسبت بهش نمیدن، اینو شما مجبورید. ولی برای موارد دیگه ای که گارد ایجاد نمی‌کنه، اعتبار داده‌هاتون رو زیر سوال نمی‌بره، تا جایی که جا دارید متغیرتون رو به صورت کمی تعریف کنید برای اندازه‌گیری.
بعد اگر خواستید تو SPSS کیفیش میکنید که حالا در موردش صحبت میکنیم چطوری. پس اندازه گیریش کم میباشه، اگه کم میباشه شما میتونید تبدیلش کنید به کیفی یا رتبه، کیفی رتبه ای. ولی اگر کیفی رتبه ای باشه که دیگه نمیتونید تبدیلش کنید به کمی. متوجه حرف هم میشه بچه ها؟ خیلی خوب. سوال دارید تا اینجا؟ خب شما چیز دیگه که میمونه اینه. پس شما الان برای تکلیف هفته آیندهتون همه این متغیر پروپوزالتون رو لیست میکنید. حالا من اینجا دیگه چیز ننوشه چون ممکنه مطالعه شما از نوع تو در واقع غیر مداخله ای باشه. من دیگه اینجا اون متغیرها رو گذاشتم مثلا زمینه ای، یا بعضی موقع اسم متغیر اصلی مثلا مطالعه در نظر گرفتم. شما اونجا تیک بزنید اگه مداخله ای که تکلیفش رو مشخص کنید. و از نظر اینکه کمی پیوسته است یا گسسته، کیفی رتبه اینها و تعریف علمی عملی رو نمیخواد، این ستون رو بردارید، نحوه اندازه‌گیریش رو بنویسید، مقیاسش رو بنویسید. پس این جدول رو برای خودتون آماده کنید، تکلیف در واقع جلسه بعدی که باید تحلیل بدید دقیقا بگید. مثلا من تو مطالعه هم سن رو اندازه‌گیری میکنم، این سن از نوع متغیرش مثلا برای این مطالعه من زمینه ایه، کمیه، پیوسته است. بعد میایم اینجا نحوه اندازه‌گیریش چیه، پرسشگریه، میپرسم از طرف که سن چقدر. یه موقع مثلا طرف میگه که میرم مثلا از عهد احوال استعلام میکنم، و حالا شما اصلا پرسشگری میگیرید. مقیاسش چیه؟ مقیاس فاصله ایه. درست شد؟ یعنی اینا رو کامل مرتب میکنید. خب البته برای این مثلا سن میتونید، حالا مثلا این صفری که طرف هنوز به دنیا نیومده و اینها، حالا اینا یه خورده چلنج ها ممکنه باشه که واقعا برای صفر تعیین کردن یکم دوچار مشکل بشه، ولی حداقل مقیاس فاصله نسبتیش رو تشخیص بدید تا بقیهش. همه اینجور ردیش میکنید اینجا و این جدول رو براش پر میکنید. خب چیز دیگه که مهمه قبل از اینکه شما داده هاتون رو میخواید وارد SPSS کنید، حتما روی کارتون اشراف داشته باشید، اینه که متغیرتون رو چطوری سنجیدید. ببینید متغیر شیوه اندازه گیریشون دو تا شیوه کلیه، یکی اندازه گیری مستقیم، یکی اندازه گیری غیر مستقیم. اندازه گیری مستقیم یعنی که اون مشخصه که شما میخواید اندازه بگیرید یک سنجش کاملا دقیق داره که شما میتونید مستقیم و دقیق اون رو و خیلی عینی اندازه بگیرید. مثل قد که شما راحت میتونید با یک متر دقیق اندازش بگیرید، مثل ضربان قلب که مثلا شما میتونید با کنترل با مثلا یک در واقع حالا گوشی پزشکی بخیر خیلی دقیق باشه که مستقیم بزنید مثلا روی اپکس بیمار، قشنگ خیلی دقیق و عینی اندازه بگیرید. میزان تنفس، مقادیر آزمایشگاهی، ببینید یه عدد عینی و کمی داره، دقیقا هم واضحه، ساده، ابزار سنجشش دقیقه و به شما یک عدد دقیق میده. خب این میشه اندازه‌گیری مستقیم. اما خیلی موقع ها به غیر از این متغیرهایی که به صورت مستقیم و خیلی عینی قابل سنجش هستن، شما یه سری متغیرهای دیگه هم توی مطالعاتون دارید که اینها اندازه‌گیریشون دیگه مستقیم نیست، اندازه‌گیریشون غیر مستقیمه. اینها کدوم متغیرها هستن؟ متغیرهایی هستن که در واقع مفاهیم انتزاعی و غیر ملموس دارن. اینها رو دیگه شما به طور مستقیم نمیتونی بگی مثلا دستمو میذارم رو طرف نگاه میکنم به صورتش، نمیدونم این متر رو میذارم کنارش میگم که این اینقدر استراب داره، این ابزار رو میذارم میگم مثلا این اینقدر مثلا غم داره، اصلا نمیتونی اینجوری بسن. اینا رو میگی مفاهیم انتزاعی و اندازه‌گیریشون هم اندازه‌گیری غیر مستقیم، اندازه‌گیری مستقیم نیست. ابزاری نداریم که بتونیم اینو به صورت مستقیم اندازه‌گیری کنیم. فعلا که نه، حالا علم اینقدر پیشرفت میکنه ممکن چند سال دیگه ابزار سنجششون مستقیم بشه، ولی حداقلش میدونیم که تا الان با این همه پیشرفت علم این خصوصیات بقولی مفاهیم انتزاعی غیر ملموس ابزار اندازه‌گیری دقیقی ندارن، اما مجبوریم که از یک مسیر دیگه بیایم اینا رو بسنجیم، برای همین اندازه‌گیریشون غیر مستقیم. مثل استرس، افسردگی است، خیلی از مفاهیم حوزه انسانی میان توی این دسته. الان شما همتون دیگه بعد میرید انشاءالله مشخص میکنید که متغیرهای خودتون کدوم هاشون اندازگیرشون مستقیم و عینی و کلا جنس عینی و ساده هستن و کدوم هاشون
غیر مستقیم باید اندازه گیری بکنیم و مفهومتون انتزاعی و غیر ملموسه. خب قاعدتا برای اینکه داداتون رو جمع کنید یا مشاهده استفاده میکنید یا مصاحبه یا پرسشنامه که تقریبا برای کارشناسی ارشد هم از هم یعنی از پرسشنامه استفاده میکنید توی 100% موارد از پرسشنامه استفاده میکنید. خب یه چیزایی که خیلی مهمه تو پرسشنامه قبل از اینکه ببرید داده هاتون رو وارد اسپیسس کنید و این تو فاز طراحی پروپوزال هستش و موقع اجرا دابل چک باید بکنید بعد شروع کنید نمونه گیریتون رو، این موارد هستش. علاوه این که آیتم های پرسش شما ببینید چیکار باید بکنید. خواهش میکنم این مقدار دقتتون رو ببرید بالا. همیشه هر پرسشنامه‌ای که برای کارتون انجام در واقع میخواید استفاده کنید، خودتون به عنوان کسی که میخواید رو پر کنه، اصلا خودتون یه بار خودتون رو بذارید جا طرفی که میخواید رو پر کنه، همه آیتماش رو دقیق بخونید. از یه طرف دیگه اون هدف کارتون رو بذارید جلوتون، ببینید آیا واقعا همه آیتمای این داره اینو میرسونه. چون من خیلی دیدم پرسشنامه‌های با اینکه فارسی شدن و روانسنجی شدن و اعتباریابی شدن، بعضی از آیتماش واقعا درست اعتبار بخش نشده، یا اینکه ورژن‌های مختلفی پخش شده تو اینترنت، شما رفتی یه ورژنشو برداشتی که واقعا یکم ایراد داره. حتما ببینید شما بالاخره خودتون مسئول کاراتون هستید دیگه. چون بعضی موقع من دیدم بچه‌ها یه پرسشنامه‌ای رو میدن به مریض به پارتیسیپنت‌هاشون که اصلا وقتی نگاه می‌کنه خودش هم نمی‌فهمه چی داده. خب ببینید این هم اعتبار شما رو میبره زیر سوال، هم اصلا وقتی که خودتون نفهمید این چی داره میگه، پس این چطوری میتونه اون مفهومی رو که شما مد نظرتون رو بسنجه. پس حتما چون خیلی مبتلا بهش داری، من دیدم مثلا طرف رفته نمونگیش رو تموم کرده اومده مثلا یکی از سوالات پرسشنامش اصلا گنگه، من میگه خب اینو طرف چطوری فهمیدی که برای شما جواب داده؟ هر چقدر پرسشنامه بگید استاندارد بدن شما چکش کنید مطمئن بشید از بابت آیتم های سوالاتتون. پس کار اولی که میکنید خودتون یه نقادانه تک تک سوالات و آیتم های پرسشنامه‌تون رو بخونید و مطمئن بشید که دقیقاً اینا همه درستن. میگم بعضی موقع چون ورژن های مختلفی پخش شده متاسفانه مثلا بچه هم دقت نمی کنن، بعد میرن یه عالم نمونه هم میگیرن، آخر سر که میبینیم که مثلا یه سوال از این پرسشنامه مشکل داره، دوتاش مشکل داره. بعضی موقع دیگه بچه ها خیلی اوتن، مثلا یه دفعه میبینیم پرسشنامه 30 تا سوالی رو رفتن نمیدونم چی کار کردن، 29 تا سوال پر کردن فقط. یعنی اینها دیگه واقعا دقت میخواد دیگه. شما الان بالاخره هم تو سطح ارشد بالای دیگه، یعنی توی این چیزایی قرار باشه آدم دقت نکنه پس دیگه آنالیزش هم قطعا الکی خواهد زد. پس درست شد پرسشنامه‌تون رو قبل از اینکه اجرا کنید کارتون رو، یعنی قبل از اینکه نمونه گیریتون رو بکنید دابل چک کنید، هم با اون روانسنجی داخلیش، هم اصلا خودتون به عنوان پارتیسیپنت بخونیدش ببینید اصلا شما اگر جای همچون پارتیسیپنت خودتون بودید این سوالا رو در با تعجب شرایط رو میفهمیدید و میتونست بزنید همه سوالا به شرایط شما حاکم بود یا نه. و بعد برید اگر جایی دیدید گپی دارید میبینید احساس میکنید مشکل داره، حتما برید با اصل پرسشنامه اوریجینال مثلا انگلیسیش تطابقش بدید، مطمئن بشید که حداقل توی این سوالات پرسشنامه‌تون مشکلی نباشه. مورد دیگه که حتما باید روش احاطه داشته باشید موقعی که میخواید داده‌هاتون رو بعداً وارد اسپیسز کنید و آنالیز کنید، بحث نحوه پاسخدهی به هر آیتم و طیف لیکرد پاسخنامه اون پرسشنامه‌تون هستش. حتما اینو باز میگم اینم خیلی با دقت و وسواس ببینید، شما توی پروپوزال هر چقدر وسواس به خرج بدید ضرر نمی‌کنید، چون اصل کار پروپوزال شما باید طبق پروپوزال پیش میرید. اگر اونجا بی احتیاطی کرده باشید، یک مثلا چیزی رو ایگنور کرده باشید و اینها، بعد یه کل کارتون مثلا پیش رفته، کل نمونه گرفتید، بعد نمیشه بعضی چیزا رو واقعا پوشوند به این راحتی. پس این میطلبه که شما تو مرحله دیزاین و اجرای کارتون خیلی دقت داشته باشید. خب اینو چک میکنید از نظر که حالا مثلا من یه پرسشنامه دارم، این پرسشنامه نحوه پاسخدهی به این پرسشنامه دقیقا طیف لیکرتش چه شکلیه. مثلا طیف لیکرت 3 حالتی داره، 4 حالتی داره، 5 حالتی داره. حتما باز اینم با پرسشنامه اصلی یه تطابقی بدید. بعضی موقع با پرسشنامه بعد پخش میشن اما که یه سری اشتباهات واقعا وجود داشته باشه. آیتم بعدی که نگاه میکنید و باید حتما روش یعنی قبل از اینکه آنالیزتون رو انجام بدید حتما باید در موردش مطمئن شده باشید، اینی که بدونید نحوه نمره گذاری هر آیتم چه شکلی. یعنی اینکه مثلا
مثلا فرض کنید یه پرسشنامه 10 تا سوال داره، شما باید به سوالات رو میخونید. مثلا یه پرسشنامه خب میخواد نگرش نسبت به فرض کن واکسیناسیون، خب میخواد نگرش نسبت به واکسیناسیون کووید رو بسنجه، 10 تا سوال داره و شما سوالاتش رو میخونید. خب نگرش هم هست، آیتم لیکرتش مثلا از کاملا موافقه هست تا کاملا مخالفه، شما میخونیدش میبینید مثلا این 10 تا سوال اگر همه بهش بگن کاملا موافقه، یعنی که نگرششون مثبت نسبت به واکسیناسیون، پس اینجا خب کاملا موافقمش نمره بالاتری میگیره، کاملا مخالفمش نمره پایینتری میگیره. ممکنه توی این 10 تا سوال شما وقتی میخونید میبینید یه سوالی وسطا وجود داره معناش فرق داره با بقیه. یعنی چی؟ یعنی بدنه سوال منفی طراحی شده، وقتی بدنه سوال برعکس بقیه طراحی شده باشه اون موقع اگر بگه کاملا مخالفم نمره بیشتری میگیره. اینو بهش میگیم سوالات آیتم های معکوس. یعنی اگه بگی کاملا مخالفه پس این نمره کاملا مخالفه بیشتره نسبت به بقیه سوالات. اینو باید شما قبل از اینکه داده هاتون رو برسید به فاز آنالیز و اینها، اینا رو قبلا تو برگه برای خودتون مشخص کرده باشه که اگه قراره توی SPSS تغییراتی روشون اعمال کنید و کدگذاری ها رو اصلاح کنید اونجا اصلاح کنید. پس این نحوه نمره گذاری هر آیتم هم از پرسشنامه‌تون رو مشخص میکنید. اینکه نمره هر آیتم چطوری باشه رو شما سرخود انتخاب نمی کنید. باید ببینید اون طراح اصلی چطوری گذاشته. یه طراحی ممکنه کاملا مخالفم رو گذاشته باشه 5 مثلا. حالا بستگی داره که تفسیر اون پرسشنامه چه شکلی باشه. بعد مثلا کاملا مخالفم رو گذاشته باشه 4، موافقم رو گذاشته باشه مثلا 3، کاملا موافقم رو گذاشته باشه 2، نظری ندارم رو گذاشته باشه 1. یه چیزی، چون حالا اینا یه سری چیزا داره، فنای خاص داره برای ابزارسازی، حالا خیلی پیش داخلش نمیرم. یک طراح ممکنه که نه اصلا کاملا نظری ندارم مثلا خصوصش وسط. یه طراح ممکنه نمره بندیشو از 0 تا مثلا 4 شروع کرده باشه. یه طراح ممکنه از 1 تا 4 شروع کرده، از 1 تا 5 شروع کرده باشه. شما سر خود نمیای 1 تا 5 بزنی. باید برید ببینید دقیقاً خود ابزار چی گفته و دقیقاً طبق همون نمره گذاری میکنید. خب بررسی باید بکنید. بعضی پرسشنامه‌ها ممکنه یه سری سوالات انحرافی داشته باشن که این سوال انحرافی به شما کمک میکنه که ببینید که طرفی که پرسشنامتون رو پر کرده با دقت پر کرده، حتی علکی سرسری زده. مثلا بعضیا به قولی میگن دروغ سنج دارن که بعد بر اساس اون دروغ سنجه، اون دروغ سنجه تو نمره اصلی پرسشنامه اصلا لحاظ نمیشه، فقط جهت تعیین این هستن که آیا اون طرفی که اینا رو زده داشته با دقت میزده یا نه، که بر اساس اون اصلا ممکنه قرار باشه اون پرسشنامه رو دور بذارید، یعنی خارج کنید از مطالعه. یعنی بگین فقط دروغ سنجه. باید نگاه کنید ببینید کمن تعداد پرسشنامه‌ای که دروغ سنج دارد، حداقل توی این مدتی که من دارم کار میکنم خیلی نسبت به اونایی که ندارم و ساده هستن خیلی کمتره. و هر حال باید شما گوشه ذهنتون باشه که اگر همچین پرسشنامه‌تون یه دروغ سنج داره، حواستون باشه این دروغ سنج توی آنالیز نمیاد، فقط برای فیلتر کردن نمونه هاست. خب باید مشخص کنید که آیا پرسشنامه‌تون بود دارد. بود یعنی اینکه مثلا یه پرسشنامه داره مثلا استرابو میسنجه، ممکنه که این استراب مثلا یه سری ابعاد داشته باشه، یا مثلا ما این پرسشنامه استراب نسبت به کرونا که اخیرا دیولپ شد خودش دو تا بود داره، یه بودش رو گفتن فیزیکی جسمی، یه بودش هم گفتن روحی روانی. خب خودش دو تا بود داره، اینا رو باید مشخص کنید. باز دوباره سرخود نیست، باید برید طبق در واقع اوریجینالش و طبق اون پرسشنامه‌ای که دوال سنجی شده اینو چک کنید. فقط بچه چک کنید باز که ابعاد، مثلا یه موقعی اوریجینال میگه شماره 1 2 3 4 5 مثلا مال بود فرض کن روحی روانی، شماره 6 تا 10 هم مال بود مثلا اس چیزه جسمیه. خودتون هم یه بار چک کنید مطمئن بشید آیا این 5 تا سوالی که شما توی پرسشنامه توی الان دست شماست دقیقا همین روحی روانی هاست یا نه. چون بعضی موقع بچه ها میرن، چون از این کارات زیاد دیدم میگم، بعضی موقع بچه ها میرن پرسشنامه هایی که حالا یه جا در میرن چینش سوالا با اون چیزی که چینشی که توی پرسشنامه اصلی بود تغییر کرده. باید یعنی میخوام بگم خیلی باید دقت داشته باشه، حواستون باشه سوالا دقیقا همون باشن، همون سوالی باشه که تو همون هیته قرار میگیره. خب اینا رو هم باید مشخص کنید توی پرسشنامه. بعد چیز دیگه که باید قبل از آنالیز
در واقع روش کاملا اشراف داشته باشه. این هستش که بالاخره نمره کل این پرسشنامه چطوری حساب میشه. آیا باید نمراتش با هم جمع زده بشه؟ آیا باید مثلا اینا با هم مثلا ممکن یه پرسشنامه 10 تا سوال داشته باشه، فقط قرار باشه سوالاتش 10 تا سوال با هم جمع بشن بشن نمره این پرسشنامه. ولی ممکنه یه پرسشنامه بگه نه 10 تا سوال دارم ولی 10 تا با هم جمع کن تقسیم بر 10 کن، اون عدد میشه عدد نمره کل پرسشنامه من. یکی دیگه ممکنه که اصلا یک آنالیز محاسبه سختری داشته باشه. مهم اینه که شما قبل از اینکه بخوای کارتون رو برای آنالیز شروع کنی، اینا رو دقیق و با اطمینان مشخص کنید که من نحوه نمره در واقع جمع زدن نمره کل پرسشنامه چقدر. حتما با چند تا مقاله چک کنید که مطمئن بشید این درسته. منابع درست رو چک کنید که کم داد. ببینید شما اگه یه بار اشتباه حساب کنید ممکن کلی آنالیز بزنید، بعد یه دفعه یه مقاله مثلا اصول رحمت بهت بده بگه این کلا نحوه محاسبه نمره کلش رو اشتباه کرد، دیگه هیچ، دوباره باید از اول کل اینا رو اصلاح کنید. خیلی وقت گیره، پس بهتره یه وقت درست حسابی قبلش بذارید اینا رو دقیق از بابتش مطمئن بشی که وقتی داری آنالیز رو انجام میدی دیگه حداقل سر این چیزا دیگه به مشکل بر نخوری که قرار باشه برگردی کل کار رو عوض کنی. چیز دیگه ای که مهمه تو پرسشنامه این هستش ببینید آیا پرسشنامه نقطه برش دارد یا نه. بعضی موقع یک نقطه یا نقاط برش. نقاط برش یعنی چی؟ یا کات آف پوینت یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه یه پرسشنامه میگه که نمره استراب میشه 20، توی این پرسشنامه از بین از 0 تا 20 متغیره. اگر کسی نمره مثلا استرابش از 15 به بالا باشه این استراب شدید داره. کسی که مثلا 0 تا 10 باشه اصلا استراب نداره یا مایله. کسی که بین 10 تا 15 مثلا متوسطه. اینو هم باز شما پیش خودتون در نمیارید، باید بر اساس اون چیزی که تو اوریجینال گفته بنویسید. هیچ چیزی از پیش خودتون در نمیارید، هر در واقع طراح ابزاری اینا رو بالاخره اگر بقولی میشده برای کارش تعیین کرده. بعضی هم که ندارم، ولی خب شما باید مطمئن بشید که آیا ابزارتون نقطه برش داره یا نه، و اگر داره حتما گزارش بدید. خب این تا اینجا سوالی ندارید، من فقط یه نمونه براتون بذارم و بعد دیگه کلاس تموم کنیم. پس برای جلسه بعدی هم حتما این پرسشنامتون رو از بابت این آیتم هایی که اینجا گفتم دقیق دابل چک میکنید و مشخص میکنید براتون. ببین من یه شیر دکستاپ بدم یه لحظه مثلا یه نمونه براتون بگم. نقطه برش خانم روستایی، ببینید نقطه برش یعنی که محققه که پرسشنامه رو ساخته، یه پرسشنامه ساخته که مثلا استرابو میسنجه، بعد خودش اومده به اساس یه سری کارهای آماری و اینها تعیین کرده که مثلا اگر فردی از این پرسشنامه نمره 15 به بالا بگیره این استراب شدید داره، کسی که نمره مثلا 10 تا 15 بگیره این استراب متوسط داره. یعنی خودش بر اساس یه سری عامل اومده نقطه برش گذاشته و عملا اون عدد کمی پرسشنامه‌اش رو تبدیل کرده به یه عدد کیفی. متوجه اید؟ ولی این مسیرش در واقع مسیر خاصه که خب این به هر حال تغییرش کرد و شما یک خصوصیت میتونی بچسبونی به اون عدد. مثلا فرض کن کسی که بالای 15 میتونی وقتی که میگی استراب شدید داره خیلی راحت تر قابل درکی تا بگی نمره شده 15، نمره شده 16. درسته؟ مثلا ما الان پرسشنامه کیفیت زندگی، نو اگر به شما بگن یکی از پرسشنامه کیفیت زندگی نمره 100 گرفت، نمره 70 گرفت، خب حالا شما میگی خب چی، من چه میدونم نمره 70 چه دردی میخوره، چقدر خوبه، بعد چقدره. ولی اگه اینو تبدیل کرده باشه، کات پوینت براش تعریف کرده باشه، تبدیلش کرده باشه به کیفی، خیلی راحت‌تر درکش میکنید. مثلا من میگم که یکی کیفیت زندگیش در حد خوبه، یکی در حد متوسطه، یکی در حد ضعیفه. شما اینو خیلی راحت‌تر درک میکنید تا وقتی که من بهش عدد فقط بدم. درسته؟ اگه بتونن پرسشنامه رو خب کات پوینت تعریف کنن درکش واقعا برای خواننده راحت تره، مخصوصا پدیده هایی که از جنس پدیده های انسانی و مفاهیم انتزاعی و این شکلی هستن. ولی خب مثلا ببین دوباره برمیگرد به همون خاصیت این متغیر. مثلا شما الان سه وقتی بهتون میگن طرف 30 سال شدی کاملا برای تو واضحه چه عددیه. درسته؟ این عدد کاملا برای شما واضحه. ولی مثلا بگن نمره کیفیت زندگی 30، خب ابراهیم یه لحظه من این پرسشنامه رو اول نشون بدم که یه بچه ها چیز
مثالی داشته باشن. یه مثال سخت از محاسبه خب بچه من شعر دیستاب میدم، یه لحظه این رو نگاه کنید. میخوام بگم که همه پرسش دیستاب رو دارید دیگه الان. خب ببینید بچه همیشه پرسش ما به این سادگی که نیستن که شما نمره‌هاشون رو با هم جمع بزنید نمره کل به حساب بیاد. باید ببینید که دقیقا چه شکله. ببین مثلا الان پرسشنامه کیفیت عملکرد جنسی حالا زنان و مردان، این پرسشنامه هستش که محاسبه سوالاتش نمره کلش به همین راحتی که همین سوال رو با هم جمع بزنیم نیست. ببینید حتی هر بعدی یک وزن دارد. شما باید این عدد خودش توضیح داده، میگه سوال یک و دو رو با هم جمع کن، ضرب در عددش کن، وزن این ابزار یه عدد برات در میاد. اینم این 3 4 5 6 رو با هم جمع کن، ضرب در وزنش کن، اینجا هم یه عدد، بعدش اونا رو با هم جمع کن. پس اینا رو دقت کنید. هر پرسش مثلا بعضی پرسشنامه ها محاسباتشون خیلی یعنی مثلا سخت‌تر محاسبه نمره کلش. باید ببینید که شما دقیق اینو در بیارید، بعد هر کار نحوه محاسبهشون توی اسپیسس براتون میگیم که چطوری دیگه دستی که شما قرار نیست این کارا رو بکنید. دیگه شما اینا همه رو تعریف میکنید برای اسپیسس، با اسپیسس جمع و این کارا رو انجام میدید، نمره کل رو محاسبه میکنید. مهم اینه که قبل از اینکه با اسپیسس کار رو شروع بکنید دقیقا براتون شفاف و واضح باشه که مثلا من پرسش شما چطوری باید نمره کلش رو حساب کنم. نمیدونم اگر کات پوینت داره، ببینید اینجا کات پوینت، اگر کات پوینت داره کات پوینتش دقیقاً چند هستن، به چه معنا هستن، اینا دقیقاً مشخص بشه، نمره دهی سوالات دقیقاً چه شکلیه و از این دست. خب نبش سوالی ندارید؟ خب اگه سوال خواهم ابراهیم حقیقتش نمیدونم بچه ها شما موافقه برای که ساعت کلاس تغییر بکنه؟ مرحوم شما خسته نباشید. ببخشید ما تو ساعت ده یک کلاس دیگه ای داریم، بچه ها دارن وارد میشن، فکر کنم اونم لینکش همینه. خب پس ما در مورد ساعت کلاس توی گروه صحبت کنیم. حالا چون این حقیقتش کلاس گروه هدفش بچه های کارشناسی ارشدن با پوزش از بچه های دکترا دیگه، یعنی اولویت با انتخاب اون خواست. اگر همه راضی شدن یا حداقل اکثریت مشکلی نداشتن بحثی نبود ساعتش رو تغییر بدیم، ولی لطفا تو گروه صحبت کنید اونجایی به توافق نهایی برسید. بشه امروز هم به توافق نهایی برسید که دیگه از هفته آینده اگه برای ساعتش تغییر بکنه دیگه تو اون ساعت. پس همه تون تکالیفتون رو انشاءالله تا دوشنبه تحویل خانم قوچی‌پور میدید که ما بالاخره فیدبکی سه‌شنبه چهارشنبه به شما بدیم که انشاءالله بریم برای پنجشنبه و جلسه بعدی. اگه سوالی چیزی هم دارید تو همون گروه مطرح کنید با همدیگه صحبت میکنیم در موردش. شما هم خسته نباشید. برید به سلامت.